بازنشستگان که عمدتاً از فرهنگیان بازنشسته هستند، سومین روز تحصن خود در مقابل سازمان برنامه بودجه رژیم با پهن کردن یک سفره فقر و محرومیت خود را به نمایش گذاشتند. آنان نسبت به پایین بودن سطح مستمری ها و ناکارآمدی سیستم بیمه دست به تحصن زدند. اشکری خبرنگار سیمای آزادی. تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه حکومتی پدیده در نمایشگاه مطبوعات رژیم ادامه یافت. غارت شدگان علیه رسانه‌های حکومتی و کارگزاران غارتگر رژیم شعار سر دادند و با مزدوران اطلاعات رژیم درگیر شدند. غارت شدگان مؤسسه حکومتی آرمان وحدت در اهواز در مقابل مؤسسه ملل تجمع کردند و علیه سران رژیم و استاندار رژیم در خوزستان و غارتگری ارگان‌های حکومتی شعار سر دادند.
مردم غارت شده در اهواز در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسه پوششی متعلق به سپاه پاسداران مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و با پهن کردن سفره خالی وضعیت معیشتی خود را مقابل مردم به نمایش گذاشتند و علیه سران رژیم و استاندار رژیم در خوزستان و غارتگری ارگان‌های حکومتی شعار سر دادند. غارت شدگان مؤسسه حکومتی در مشهد، شیراز، بندر ماهشهر و بروجرد نیز دست به تجمع زدند و علیه غارت اموالشان توسط ایادی رژیم شعار سر دادند. دیگر اخشار به جان آمده که علیه سیاست‌های ضد مردمی رژیم دست به تجمع زدن از این قرارند: کارکنان راه آهن شرکت تراورس، دانشجویان دانشکده فنی فومن، پرسنل روزمزد شهرداری منطقه 5 کرمانشاه و کارگران شرکت ایران قوطی قزوین مقابل استانداری.